سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تاره از ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوعی که امروز انتخاب کرده ایم و قرار هست رویش بحث کنیم در مورد کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان من هم عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک دو تا دقیقه های بعد حاضر میشن و در مورد سوالات، دیدگاه و همین گونه مشکلاتی که شما دارین حتما پاسخشان را می داشته باشند. در طول برنامه امروز در مورد دستاوردهایی که وجود دارد، ای که چه تغییرات آمده، بحث تشکیلات، همین گونه چقدر ارزیابی وجود دارد، بحث جریمه، وضعیت شهرها و موضوعات مختلفی که مربوط به ریاست ترافیک میشه حتما در مورد بحث میکنیم. شما هم میتونین همین حالا به شماره تلفن 0 790 13 71 71 به تماس شوین و موضوع را همراه ما شریک بسازین. ما حتما یادداشت میکنم و به محضی که مهمان ما حضور پیدا کردن همراهشان شریک میسازم و خواهش ما ای از زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتانیم صدای شما را و شکل بهتر داشته باشیم، شما هم میتونین دیدگاهتان را مشخصا با ما در مورد موضوع امروز شریک بسازین و سپس هم پاسخ مهمانمون را داشته باشین. همکاران تکنیکی همین حالا شماره 0 790 13 71 71 را فعال ساختن. میتونین از هر گوشه افغانستان تماس بگیرین و موضوع را با ما شریک بسازین. مشکلاتی که شما شاهدش هستین، چشم دید دارین و یا ای که همیشه به عنوان یک چالش در بحث ترافیک به شما مطرح بوده و باعث سکتگی در کارتان شده را با ما شریک بسازین، من حتما یادداشت میکنم و با مهمان ما هم شریک میسازم. باز هم تاکید میکنم روی فعالیت ها، دست آورده و ای که تغییرات که در اواخر آمده بس تشکیلات ترافیک و ای که چقدر ارزیابی وجود داره، همچنان بس فساد که در گذشته وجود داشت چقدر همراهش و در برابرش مبارزه شده. در موارد مختلفی که مربوط و منود بر ریاست ترافیک هست حتما امروز بحث میکنیم. همین حالا شما میتونین تماس بگیرین و موضوعات و چالش هایی که میدونین و میفهمین مربوط ریاست ترافیک میشه را همراه ما شریک بسازین، من حتما یادداشت میکنم و در روزهای آینده و امروز هم مهمان ما حضور پیدا میکنن و موضوعات که مربوط امروز نمیشه را حتما در روزهای آینده ما با مسئولینی که به برنامه حضور پیدا میکنن شریک میسازم و سپس هم پاسخشان را در همین دریچه و از همین برنامه با شما همچنان شریک میسازم. بیننده ما روی خط هستن. سلام. و موضوع امروز برنامه کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان برنامه هم عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک تا دقیقه های بعد در استودیو حضور پیدا میکنن. شما هم اگر در مورد دیدگاه، نظر و یا هم چالش دارین میتونین همین حالا به شماره تلفن 0 790 13 71 71 به تماس شوین و موضوع را همراه ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هستند. سلام. خب مهمان ما هم حضور پیدا کردن و شما میتونین پس از میان برنامه موضوعاتی که مشخصا مربوط موضوع امروز میشه را با ما شریک بسازین و حتما مهمان ما در مورد پاسخشان را میداشته باشن. میان برنامه میگیریم، زود برمیگردیم. سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن. برنامه مجله صبح هست و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه ما کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان برنامه هم خوشبختانه حضور پیدا کردن. آقای عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک در استودیو حضور دارن. بیننده ما روی خط هستن، سوالشان رو می داشته باشیم. سلام. سلام، صبحتون بخیر، خوب هستین؟ بسیار زیاد تشکر، بفرمایید. اشتالا شیکوانی هستم. یکی از راننده ها در بخش کوتسنگی
من سوبکی ها بعضی از کارمند های دولت ارمی برون به طرف های دارلمان امی ترافیک زد که در قسمت دی مدنگ از بسیار اونا به کارهای شخصی خودم مصرف هستن و با همدیگر اختلاط میکنن، ازدام ترافیک بیشتر میشه و باعث میشه که بعضی از افراد و بعضی از کارمند هایی که قصد دارن به مثلا به سر وظیفه خون میرن همیشه شکایت دارن، هم ما و اون مان راننده، هم ما و هم کسایی که بیس مسافر میرن به سر وظیفه و از اختلاط ها و قصه های شخصی خود ترافیک ها که در قسمت دیمزنگ و ترافیک هستن شکایت دارن و بی خاطر اعزام بیشتر میشه و باعث میشه که کارمندان به سر وظیفه خود دیگر برن. ما به عنوان راننده و از مسئول صاحب محترم که بفیلن در برنامه شما میمان هستن و شما مجدی محترم خواهش میکنم بی این مشکل رسیدگی کنین تا همه هم به عنوان راننده و دیگر دوستانی که بیس مسافر سوبکی ها بیرین از خانه میرن به سر وظیفه خود بی این مشکل اینان کنن. درست. سلامت باشین. اول سلام با شما، خیرخواست های بسیار زیاد، خوش آمدین و با امیدی که بخیر رسیده باشین، کدام مشکل پیش نیامده باشه. سپس هم در مورد سؤالی که بیننده ما هم رو شما شریک ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با نثار هزارا درود و ثنا و صفت بر روحانیت پاک و بر فتوی سرور کائنات حضرت رسول مقبوس علیه السلام، سلام خدمت شما در سرنگاران برنامه شما و بیننده های تلویزیون شما، بلخص به برادر ما که سوال مطرح ساختن، سوال بسیار خوبی را مطرح ساختن. اداره ترافیک کابل با طرح و ترتیب تدوین پلان‌های بسیار جامع تأمین امن و نظم ترافیکی در بالای جاده و استقرار جریان سالم ترافیک در بالای جاده آمه مکلفیت دارد که جریان ترافیک تحت نظارت داشته باشد و در وقت اجرای وظایف خاصتا در زمانی که در نقاط و اوقات خاصی که پیک ترافیک تشکیل میده، مثلا ساعت 7 صبح تا ساعت 9 بجه که عبور و مرور و انتقالات نهایت زیاد است، مامورین بالای وظایف خود میره، سایر هموطنان عزیز ما به محلات کار خود رفت آمد میکنن، در این وقت پیک ترافیک میگن، یعنی ترافیک به اوج خود میرسه، حجم ترافیک و سنگینی ترافیک. در این اوقات پلیس ترافیک مکلفیت داره که با تمام شتارت و با تمام جدیت اوضاع ترافیک تحت نظارت داشته باشه و کسایی که کوچکترین تخلف انجام میدن و او باعث بی‌نظمی ترافیک، اونا را باید با اونا عکس العمل نشان بدن و ای که کدام زمان کدام شخص از پلیس ترافیک اینا دیدن که با یکی با دیگه صحبت دارن، ما میپذیریم میره اینا قصر ما رد نمیکنیم. اصلا یک تعداد پلیس ترافیک ما که در وقت جای وظیفه امکان داره با دیگه صحبت بکنن، اما ما این موضوع را تحت نظارت داریم، تحت کنترل داریم و انشالله و رحمان که این عالی نقیصه برجسته شده و منعیس یک شکایت در رسانه مطرح شده، انشالله از این بعد بر از این موضوع یک پلان خاص طرح میکنیم و تاکید میکنیم بر تمام پلیس ترافیک که از این کار خود اجتناب ببرزن، در وقت جای وظایف باید مشخصا متوجه وظایف خود باشند تا تانسته باشیم اجریان سالم ترافیک بر هموطنان عزیز ما، یک فضای باز ترافیکی را، یک مسئولیت امنیت ترافیکی را بر تمام همشهران شهر کابل ما آماده و مهیا بسازیم. درست است. بیننده ما مشخصا مسیر کوتی سنگی ده مزنگ گفتن. بله. و در گذشته هم شکایات وجود داشته، تا حالا پرچند شما گفتین که از این پس تلاش میکنین درست مدیریت شوه و کسانی که غفلت وظیفه بی انجام میتن مجازات شوند، تا حالا کسی در پیوند به این موضوع مجازات شده یا خیر؟ بله بله بله، شاید هموطنان عزیز ما نفهمند، خواهر داره از خود یک پلیسی و یک استراتژی و یک تکتیکای کاری خاص خود داره. ما گروه نظارتی داریم، وقتی که پلان بر پرسنل ترافیک کابل میتیم که اینی وظایف یا اینی کنترل و مراقبت های ترافیکی رو در روی جاده به خاطر استقرار جریان سالم ترافیک شما برا بندازین که ما یک امنیت ترافیکی، یک فضای باز ترافیک به وجود بیاد، به تعقیب امی پلان خود ما یک پلان نظارتی و کنترلی هم ترتیب میکنیم و یک تعداد افراد مسئول میسازیم، میگماریم که صورت تطبیق این پلان اینا نظارت بکنند که ما زمانی که سایه، مثلا مثال بر شما بتو، سایه دیمزنگ و کوته سنگیره، یک تعداد افراد پلیس ترافیک از اوضای مربوط توظیف میکنیم که در این ساعه جریان تحت نظارت بگیرن و فعالیت داشته باشن
بعد گروپ دیگه باز توضیح میشه که همه پرسنل ترافیک که در پلان توضیح شه اینا رو باید نظارت بکنن تا به وقت زمانی که در پلان درج شد اینا بالای وظیفه خود هستن نیستن اما مطالبی که مندرج پلان است آیا مطابق با اون فعالیت دارن ندارن این ما همیشه تحت نظارت داریم چرا هر پروسه جایی زمانی که روی پلان و پلان ما تطبیق قرار میگیره این تحت نظارت قرار نگیره او پروسه ناکام میباشه او پلان ناکام میباشه او پلان تطبیق نمیشه این خو باز خاصتا در اداره ترافیک که فعالیتاش به حیات اجتماعی تمام مردم شهر کابل یک وابستگی بسیار عمیق داره اگر ما کنترل نظارت نداشته باشیم امکان داره که روزانه با صدها حادثه ترافیکی بسیار دلخراش داشته باشیم اما الحمدلله برای کل تمام وطنان از این معلوم است که سطح گراف حادثه ترافیکی در شهر کابل بسیار پایین است درست بیننده ما روی خط هستند سلام موضوع امروز برنامه ما کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان برنامه هم عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک در استدیو حضور دارن اگر شما هم در مورد دیدگاه چالش و یا هم نقد دارین میتونین از طریق شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و موضوع را همراه ما شریک بسازین و سپس هم پاسخ مهمانمون را در مورد داشته باشین و باز هم بیننده ما روی خط هستن صدای مرا دارین بفرمایین خب شما همکاری مردم را چقدر میخواین بدون شک با تشکیلاتی که دارین سخت هست مدیریت ترافیک کابل که میلیون ها بیشتر از 6 میلیون شهروند زندگی میکنن چقدر همکاری مردم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه روی کار شما و روی نظم شهر خب این یک امر کاملا محسوس است کاملا مشهود است که در اجرای هر عمل در اجرای به اجرا آوردن هر پروسه که یکی از ارگان‌های دولتی رو به پیش می‌بره اگر همکاری مردم وجود نداشته باشه او پروسه تحقق نمی‌یابد خاصتا بخش ترافیک که ترافیک پلیس ترافیک از میان مردم برخواسته در خدمت مردم است اولاد خود اینمی مردم است که در اینمی ادارت حضور دارن وظیفه دارن و به خاطر امی ملت کار میکنن بنان اگر مردم ما خواسته باشه همشهریان ما خواسته باشه که ما یک نظام ترافیک سالم داشته باشیم یک نظام ترافیک قانونمند داشته باشیم که در او قانون ترافیک کاملا نهادینه باشه سیانت جانی و مالی تمام اتباع شهر کابل در او باید تامین باشه یا تمام همشهریان شهر کابل با یک فرهنگ عالی ترافیکی خود آراسته بسازند فرهنگ به این معناست که وقتی که هر هموطن ما خواستن شهروندان شهر کابل وقتی شامل جریان ترافیک میشن باید از به قانون ترافیک احترام بگذارن باید از به قواعد الزامی ترافیک متضمن سیانت جانی و مالیشان از باید به او احترام بگذارن باید بر تمام لوایح و تمام تاسیسات ترافیکی که در کنار جاده به خاطر راهنماییشان است او را برای خود عملی بکنن که ما بتانیم یک جریان ترافیک سالم داشته باشیم اما متاسفانه به اساس تحقیقی که صورت گرفته در شهر ما تحقیق خودمون پیش بردیم در شهر کابل ما 13 نوع شامل ترافیک تثبیت کردیم 13 نوع شامل ترافیک با 13 نوع خوی خواص مختلف متعدد وجود داره که از این جمله یک بخشش قواعد مقررات ترافیکی را بالای خود تطبیق میکنن یعنی خوش یعنی اونا خواهانی هستن که ما باید قانون ترافیک باید حاکم باشه برای اوضاع ترافیک در شهر کابل اما 12 نوع دیگه متبقی از این اگر ما خواص هر کدام تشریح کنیم امکان داره ساعت ها را در بر بگیره اما که گفتم میتونم که 12 نوع دیگر از اینا عمدن و قصدن قواعد نقص میکنن حتی اکثریتش از نقص قواعد لذت میبرن حظ میبرن خوشی میکنن مثلا این افرادی داریم که در جاده یک طرفه داخل میشه و بسیار غرور را میکنه که بله که ما این لوام وجود یعنی بی بی زور ما توان ما اینه که ما داخل جاده یک از چراغ سرخ میزنم میگه برو چراغ سرخ چیست اینه من توانمندی دارم که چراغ سرخ میگذارم ما خود مشاهده ایم بله اما بی خبر از بله بی خبر از اینکه او شخص نه تنها ای که برای دیگران جفا کرده برای حیات خود هم خیانت کرده
و اگه امکان داره که چراغ سرخ تو بگذاری دفتن در دلیز پیاده رو یک طفل مورد تصادم قرار بدی. وقتی مورد تصادم قرار دادی خود سیانت جانی خود و او طفل به خطر موجه ساختی. فردا روز خود باز از تحقیق میشه از یک قسم نمیمانه که مثلا او طفل از بین ببره باز فرار کنه. فرار کردن نمیتونه. اونم تحقیق میشه دوسیه برای جرم میشه میره به کنج زندان. 4-5 سال در کنج زندان میگذرانه. اینمی برداشت‌های نامطلوب، نادرست، اینمی واکنش‌های منفی در برابر قواعد الزامی ترافیک، اینمی خودش مبین این است که ترافیک ما شاملین ترافیک مطابق به سوال شما که چقدر همکاری دارن، همکاریشان کاملاً زیر صفر است. درست. بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام. خدمت خود شما و مهمانتان. علیکم سلام، بفرمایین. بقیدم از جناب رئیس میخواستم که از جناب رئیس میخواستم که باره یک موتره یک اصنالایش باقی سک در باره زیر یا چی تصمیم دارم؟ درست، در مورد موتره یک اصنالایشون باقی است. بله، خوب در این رابطه خود مالکین و متصرفین موتر خودشان علم دارن. اگر راننده است هم علم داره. زمان پیش از اینکه جواز رانندگی برش توزیع شود شامل کورس آموزش آموزهای ترافیکی میشه. در اونجا برش آموزش داده میشه که راننده محترم وقتی که تو یک موتر رانندگی میکنی مالک یا متصرف یک واسطه هستی، این قواعد، این مقررات ترافیک باید همیشه عملی بسازی. برای خود از جمله داشتن اسناد ترافیکی که امان جواسیر در جواسیر میاد معینه مندرج جواسیر است که یک واسطه زمانی که از اداره ترافیک یک سند میگیره تا کدام زمان میاد او قانونی است، یعنی تا کدام زمان میاد داره. بعد از او که میادش انقضا میشه، پیدا میکنه، ختم میشه، بعد بر از او گفته شده که 10 روز قبل از این که میاد قانونی از او رو به انقضا بره تو مکلفیت داری که در تجدید از او اقدام بکنی و باید تمام مالکین و متصرفین وسایل نقلیه باید این کار را بکنن. بخاطر از این که حاجت به این نیست که پلیس ترافیک در مداخله بکنه، از خود واکنش نشان بده و اونا رو جبران بیاره به اداره ترافیک اسنادشان سرشان تجدید بکنه. متاسفانه یک تعداد بسیار زیاد مالکین متصرفین وسایل نقلیه تا زمانی که ما کنترل مراقبت های اسنادی رو برای جاده به کار نندازیم و اونا رو تثبیت تشخیص نکنیم، اسنادشان رو جمع آوری نکنیم و اونا رو مجبور به این نسازیم که شما بیاین به اداره ترافیک اسناد خود تای مراحل بکنیم و پروسه تجدیدش اونا حاضر نمیشن. دیگه عمل کرد ما در این رابطه ای است که در این پلان های تداوری که ما داریم یکی از بخش هایی که ما زیاد بالای فوکس داریم موضوع انقضای میاد قانونی اسناد ترافیکی است. دوست. که چند در چند بود این نقطه، یکی خب در بود فرار مالیاتی که اونا به وقت زمان مراجعه نمی کنن، عمو مالی که بالاشان تثبیت شده او رو نمیپردازن و این یک فرار مالیاتی رو با وجود کسر عادتی به بودجه ملی کشور به بار میاره. دومی که انتظام و انسجام نظام ترافیک بر هم میزنه و سومی که وسایل نقلیه که به وقت زمان مراجعه نمیکنه امکان داره که بعض اوقات مرتکب بعض جرایم جنایی هم شوند. بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام محترم، بفرمایین. سلام با خودت به همکارت. اینمی 5 سال میشه که موترهای ما گم شده، موتر ما گم شده، سرکت شده. دیگه این چرا دولت جمع‌آوری نمیکنه، چه قصه جمع‌آوری کرده یا نکرده؟ در کجا گم شده؟ موترهای یکیلی در منطقه ها جات هستن، چرا جمع‌آوری نمیکنه میاره؟ درست است. موتر ما گم شده و موتر ما باید پیدا شود. درست است. موضوع امروز برنامه ما کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان برنامه هم عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک در استودیو حضور دارند. در کنار از اینکه ریاست ترافیک با ما و شما مشوره های می داشته باشه آگاهی دهی میکنم، حداقل ما من حیث شهروندان آگاه که زندگی میکنیم، فعالیت میکنیم، فرهنگ شهرنشینی خود را باید بدون شک رویش کار کنیم. ما امروز یک مورد را دیدم آقای خیرخواه که یک موتر 0 کیلومتر بر روی سرک روان بود و پشت سرش ما بودیم.
از داخل موتر یک بوتل انرژی را گرفت بر روی سرک انداخت، چاروی سرسبزی در بین سرک. ببینید این خود از این خود ما، حالا ترافیک باشه نباشه، ما من حیث کسانی که شهروند هستیم در این جامعه زندگی میکنیم، استفاده میکنیم از این خیابان، حداقل خود ما باید درک داشته باشیم. یعنی شما از این برداشت بکنین، وقتی که فرهنگ شهرنشینی شخص آنقدر ضعیف بوده که همه قدر درک و منطق نداشته که وقتی که این بوتل آب منوشجان میکنم چطور روی از کلکین موتر پایین پردم بر روی جاده و شار خود آلوده بسازم. وام در چهار راهی بسیار زیاد پروژه مجوش پس و چه گونه قواعد اینا رو مرده بودن قواعد از امی عملش شما عدس بزنید. و جالبی است وقتی همراهشان گپ میزنی یا میگیشن میبرو برادر دل ما. بله 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 نمیشه. مقررات ترافیک هم که نقص میکنن پیشتر عرض کردم که میگی دل ما اچی که. و در مورد آگاهی دهی چقدر کار کرده ریاست ترافیک؟ بدون شک بحث تبلیغاتی بسیار میتونه تاثیر مستقیم و مثبت داشته باشه روی مردم. چقدر شما در بحث آگاهی دهی یا حضورتان در رسانه ها بیشتر فعالیت کردین؟ خوب در مورد آگاهی دهی ما یکی از موارد است که در قانون ترافیک هم تسجیل شده، در ماده 28 قانون ترافیک جاده آگاهی از هان آمه در رابطه به قواعد مقررات ترافیکی که یک بخش بسیار مهم است. و ما در این رابطه از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ چندین مراتبه طالب معاونت و کمک شدیم که اونا همراه ما زمینه های این زمینه ها را برای ما مساعد بسازه از طریق رسانه های صوتی، چاپی، تصویر، سمعی. اما متاسفانه همکاریشان بسیار کم بوده. اگر با سر از هم که ما با بعض رسانه های خصوصی مراجعه میکنیم اونا از ما طالب پول میشن در بدل یک نشر یک پیام ما، در بدل نشر یک کلیپ ترافیکی که متاسفانه ما امو بودجه را نداریم. امو بودجه که ما بپردازیم در زمینه یک پول برای رسانه ها، صرف در بعض موارد که رسانه خودشان یک برنامه را ترتیب میکنن و میخوان آگاهی دهی بکنن ما را دعوت میکنند. اما خواهش ما از تمام رسانه های این است که اونا هم امی وجبی ملی و دینی و اسلامی خود در رابطه با سیانت ترافیکی، امنیت ترافیکی در بالای جاده ادا بکنند و میتونند که روزانه با یک نشر یک کلیپ تصویری در رابطه با حدود حادثات ترافیکی، در رابطه با مراد خوبی ها و مزایای مراد نمودن یک قاعده حقوقی ترافیک، اینا یک کلیپ بسیار کوتاه نشر بکنند، تاثیرات بسیار خوبی داره. درست. و در مورد موترهای یک کلی بیننده ما موضوع را شریک ساختن و گفتن که مفقود هم شده. خب در رابطه دو بود داشت که یکی که سوالش که موترش مفقود شده و دومی که برنامه چگونه است. در رابطه با مفقودی موترش بر اینا باید بگویم که ما در یک دولت زندگی میکنیم، در اینجا یک نظام حاکم و در اینجا قانون حاکم است. اول که موتر شما مفقود شد چرا شما به ادارات زیربط مراجعه نمیکنید؟ چرا موضوع رو اطلاع نمیدین از طریق ادارات مثلا یک عریضه بتن و قماندانی امنی کابل عموم وقتی که موترشان بود و هم ساعت و وقت و دقیقه و زمان و مکانش تمام در عریضه بکنن و اوج تقدیم بکنن و از اونا ایره تحت پیگیری قرار میتن، اونا باز مکتوب به مراجع زیربط روان میکنن و یک مکتوب بر امام روان به اداره ترافیک کابل. باز در اداره ترافیک کابل یک شعبه به نام شعبه تعقیب جستجو است، باز اون مکلفیت داره که موترهای مسروقه را تحت پیگرد قرار بده و اونا را تحت تعقیب داشته باشه تا زمانی که موفق به این شود که این موتر را پیدا بکنه، البته در استمرار زمان. اما این مکتوب حوزه های امنیتی که در چهار اطراف شهر کابل وزلجهش دارن وظیفه خود پیش میبرن، یکی وظایف عمدهشان تعقیب جستجوی مشروقین و سارقین و اختطافچی ها و اینمی افراد است که مرتکب جرایم جنایی میشن، اونا وظیفه دارن. امکان داره اگر به وقت زمان همین شخص بر قماندانی امنی راپور خودم میداد و راپور تکثیر میشد به قمانده به اوزای امنیتی، اوزای امنیتی میتونستن که در دروازای کابل در داخل شهر کابل بلا سر جستجوی پیگیر موتر زیر پیدا بکنن که متاسفانه این برادر ما بنابر گفته که بنابر امو ازارات که ما شنیدم از زبانش این کار تال انجام نداده و خواهش ما این است که امی دقیقه اقدام به این کار بکنن. در مورد وسایل نقلیه یکیلی قبلا در نظام جمهوریت تا یک برنامه آغاز شده بود، مدت 5 ماه دوام داشت و بعد از سقوط نظام جمهوریت و استقرار نظام امارت اسلامی
چون نظام سقوط کرد، نظام در تمام ابعاد ساختاری خود از بین رفت، متلاشی شد، یک نظام نو به وجود آمد. نظام نو مستلزم یک راهکرد نو، یک طرز عمل نو، راهنمود نو، پالیسی نو است. ما بالای از این موضوع کار کردیم. اینم امروز که میاله که ما از پیش شما از این برنامه ختم شوه، ما با وزارت ترانسپورت جلسه داریم، طرح دهی رابطه ترتیب کردیم، تا حال در دو جلسه مرور شده. این جلسه جلسه فاینال است، نهایی میشه که در رابطه با این مطرح سنگ راستا و یکیلی است که طرح روز یک روز بعد یا دو روز امروز فاینال شوه، یک دو روز بعد به ریاست الوزرا میره. در اوج مقامات محترم که در ریاست الوزرا هستن باز اونا بالاش تصمیم میگیرن که مطرح یکیلی ده، مطرح 5 ساله را، مطرح سنگ راستا را، مطرحی که از طریق قاچاق. بله، هم دست ما سه نوع موتر داریم در موترهای که فعالیت غیر قانونی دارن. یک موترهای اشترین راسته است که دست پاکستان است و غیر به صورت قاچاق داخل کشور شده. دیگه همین همین موتر است که دست افغانستان است، اما اونا هم غیر قانونی به صورت قاچاق از بنادر داخل کشور شده فعالیت داره. و همچنان موترهای اشترین چپه دست افغانستان داریم که مولد کمپانی است، تورید شرکت ها است، اما اینا پروسه محصولاتی خوده در گمرک تای مراحل کردن، سند اخذ کردن به اداره ترافیک، اما نمین به اداره ترافیک که اسناد خود تای مراحل بکنن، به صورت قانونی پر جواسات بگیرن. با همون سند گمرکی اینا فعالیت دارن. بنان ما سری موضوع تقریبا 5-6 ماه است که پلان و برنامه طرح‌ریزی کردیم، بالاخره موفق به یک طرح شدیم، یک طرح بسیار جامع انشاءالله رحمان بعد از منظوری ریاست الوزراء دیگه در شهر کابل فعالیت وسایل نقلیه اشترینگ راسته، وسایلی که وسایل قاچاق آمده و فعالیت غیر قانونی داره، انشاءالله کور میشه، محدود میشه و از در استمرار یک سال با تمام اینا در یک حیط قانونی انشاءالله قرار میگیره. درست. بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایین. بله مشنویم، بفرمایین. صدای تا نداریم، بفرمایین. صدای تا نداریم، بفرمایین. خب تماسشان قطع شد. موضوع امروز برنامه ما کارکردهای پسین ریاست ترافیک هست و مهمان برنامه هم عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک در استودیو حضور دارند. اگر شما هم در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، میتونین از طریق شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و موضوع را با ما شریک بسازین. خواهشان زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین، تا زمینی که ما بتانیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم. شما هم میتونین دیدگاهتون را مشخصا در مورد موضوع امروز با مهمان ما شریک بسازین و سپس هم پاسخشون نداشته باشین. ما هم آرزو و امید دارم که هموطنای ما در قسمت نظم در شهر ترافیک کابل را و همچنان ولایت ها را همکاری کنند. تا زمانی که ما همکاری نداشته باشیم با جمعیت بزرگی که وجود داره و تشکیلات کمی که ریاست ترافیک داره، نمیتونیم که نظم در شهر خود حاکم بسازیم و فرهنگ شهرنشینی را بلند ببریم. در بعض فساد در گذشته بسیار زیاد نگرانی ها وجود داشت، مبنی بر این که اگر شما شناخت داشته باشین یا پول داشته باشین، زود میتونین لیسانس بگیرین یا هم مشکلات دیگرتون در ریاست ترافیک حل کنین. حالا چقدر شما مبارزه کردین، چه تغییرات آمده در بحث مدیریتتان، پلانتان و پالیسیتان؟ خب در این رابطه سوال بسیار خوبی رو مطرح ساختیم. به واقع قبلا در نظام جمهوریت زمانی که در ادارات ترافیک داخل میشدی، اینطور درک نمیکرد هموطنان عزیز ما که یک اداره دولتی است، اداره است که مکلفیت داره عرضه خدمات داشته باشه به مردم در مطابق به قانون. اما اینطور فکر میکردی که ایجا یک شرکت است، یک شرکت تجارتی است، در هر شعبه پول مطالبه میشه، در هر شعبه که اشخاص مراجعه میکردن کارشان به وقت زمان اجا نمیشد، به کارشان به بانهای مختلف معطل قرار میگیرد تا یک مقدار پول بپردازن، که این موضوع به وقت رنجاور بود. به وقت گرچه ما دمو وقت هم ما مبارزه خود کردیم در رابطه، حتی در تلویزیون ملی یک روز مثل شما وره یک جورنالیست از ما پرسان کرد که چرا بی‌نظمی است در داخل شهر، چرا؟ ما گفتم راست بگویم، یا شربی کن گفت را، گفتم راستش موجودیت فساد گسترده عمده
و زنجیره ای که در اداره ترافیک مستولی است. گفت مقامات وزارت داخله چطور در این ما گفتم مقامات وزارت داخله اگر اینا مکلفت خود بودن، اگر اینا علاقمندی داشته باشن، گفتم وقتی که من فساد زنجیره ای میگم گپ حل شد. اگر اینا علاقمندی می داشتن، ما در طول 5 سال است ما مکلفیت پیشبرد پلان سازی را دارم. من منیس مدیر جایوی امیر یاسات میخواستن که برادر تو مدیر جایوی تو رو خواب برده چی شده، چرا این طور حالا چرا فساد است، چرا که ما جواب خودم میدادم. اما از اینکه اونا علاقمندی ندارن این می حالت است. شما باور بکنید ما از تلویزیون ملی پس به طرف ریاست آمدم، زمانی که از موتر تا شدم هنوز به شعبه خود نرسیده بود که عامل استخبارات آمد پیش ما گفت شما استخبارات خواسته. گفتم چرا؟ گفت که موین ارشد امور امنیتی زنگ زده به رئیس استخبارات که عاجل از این تحقیق بکنید. ببینید یک کسی که مبارزه میکرد این چونی سرکوب میشد. چندین مراتبه من بندی شدم، حتی بالاخره دیدن که نشد به تقاعد من را سوق کردن، اما در اون موفق نشد، بالاخره به زابل من را تبدیل کردن. اما حالا من بالای حالا الحمدلله خدا را شکر که این مظهر منفی کاملا از بین رفته، کاملا. یعنی از همان آوان، از همون روز اول که امارت محترم اسلامی روی کار شد، حاکمیت پیدا کرد در شهر کابل و تمام افغانستان، اولین پیامشان همکار مقامات، اولین پیامشان همکاری و حمایت از پلیس ترافیک بود، اولین اقدامشان مبارزه با فساد اداری در امی داری مفسد بود که فضل خدا با گماشتن افراد مخلص، افراد که با واقعیت در پیشبرد امورات هزمو حکام الهی و سنت نبوی کار میگیرن، اینا موفق شدن که فساد کور بکنن. آل فضل خدا در اداره ترافیک مراجعه بکنی خودت به وضعیت عمو شفافیت و عمو قدسیت وظیفوی را خودت تماشا میکنی و درک میکنی که تقریبا 90% پروسه تغییر کرده. خب بعضم حالم امکان داره بعض ویروس های وجود داشته باشن که بخوان مرتکب شون، اما این ویروس ها در حالتی هستن که دیگه شیما و توان ندارن، شیما و توانشون از بین رفتن، انشالله که اینا نمیتونن که دیگه فعالیت بکنن. با امید محو فساد و بیننده ما روی خط هستن. سلام. علیکم السلام. سلام خدمت شما و خدمت میمان برنامه تان. علیکم سلام محترم، بفرمایید. ما یک سوال داشتم از میمان برنامه تان که همین مسئله موترهای یکیلی که بسیار زیاد شده، واقعیت که از موترهایی که پلیت دارن و اسناد دارن، از اینا که هم موترهای یکیلی در افغانستان زیاد شده، خصوصا که ما در مزار شریف زندگی میکنم، بسیار زیاد هستن، اکثریتش استیکر داره و زیادتر از اینا استیکر نداره. در این قسمت ریاست ترافیک مسئولیت همی پروسه را داره چی نظر دارن و چی میگن؟ دیگر در قسمت از این که در اکثریت ازگاه هایی که در شهر مزار شریف هستن ترافیک ها میایه و راه را بند میکنه، این متسکل هایی که ستایره رکشا از اینا پیسه خودی میکنن و کرار هم بلند رفته، تقریبا 20 روپه شده، بعضی اسباب 20 روپه، بعضی ها 15 روپه، اولا 10 روپه بود که خصوصا نمی مردم افغانستان در شرایط قرار ندارن که در کرای بلند پول بتن و ما رکشه ها را که میگیم که چرا شما 20 روپه میگیرین یا 15 روپه میگیرین که اصلا خود 10 روپه بود و میگن که ما حق میتیم، مجبور هستیم که در نمی کسایی که در استاد میکنن ما را نمی جا پیسه نتیم جمعوری نکنیم ما را نمیمونن. درست هست، موضوع گرفته شد. حتما پاسخ میتن، هرچند در مورد موترهای یک کلیب جزئیات را دادن ولی در بحث دیگهشان بفرمایید. بله، خب در مورد موترهای یک کلی خب ما گفتم سه دفعه البته وقت مونده، بله، که دو سه پنج شش ماه سری کار کنیم بلاخره موفق بشیم ان شاء الله که ترمامه به ریاست الوزرا در طول یک هفته جوابش میاد. کامل ما برنامه را آغاز میکنیم و در مورد موضوعی و در مورد موضوعی که اون بعض کارکردهای منفی که در ولایت مزار شریف قرار داره، ما موضوع اینا رو درک کردم، گرفتم انشالله رحمان ما یک مکتوب رسمی برای اداره ترافیک مزار شریف روان میکنم
که جلو عملکرد چون غیر قانونی اونا بگیرن. درست. و در قسمت پرداخت معاشات چقدر تغییرات آمده، چقدر ماهایی که باقی مانده بود در گذشته پرداخت شده؟ خوب، در مورد پرداخت معاشات ترافیک صرف اداره ترافیک خودم میگم و دیگه دارات خود ما خبر نداریم. در ترافیک صرف هم یک دو سه ماهی که دولت مصروف تثبیت نرم معاشات بود که معاشات تال خورد، ما یک سه ماه معاش ما تال. اما بعد از امون تقریبا یعنی شش ماه دیگه است که الحمدلله معاشای ما با موقت زمان بسیار معین، یعنی ما که سی میشه به تاریخ اول دیگه ما معاشای ما پرداخته میشه، هیچ مشکلات نداره. درست. آقای خیرخواه، به عنوان آخرین پرسش، پلان و پالیسی شما با این چی است در حد یک دقیقه؟ خب پلان و پالیسی ما سه نوع پلان داره. پلان کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم، دراز مدت داریم. که استراتژی ترافیک تشکیل میده. ما در استراتژی خود عمق استراتژیک داریم که در عمق استراتژی خود اف معلفه داریم که ما را برسانه به داشتن یک نظام ترافیک سالم مسئول در سطح کشور. درست. که در این نظام ما هیچ طفل مکتب مصدوم نشه این رفتن به مکتب و هیچ هموطن ما از نایه گزند آسات ترافیکی صدمه نبینه و برای تمام هموطنان عزیز ما یک فضای باز ترافیکی مهیا باشه و عرضه خدمات ترافیکی چی در داخل شهر، چی در داخل ولسوالی ها، ولایات، قریجات، قصبات و در دورترین نقطه‌ای که یک فرد این مملکت، یک فرد افغان زندگی میکنه باید ما عرضه خدمات داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی ریاست ترافیک، از حضورتان در برنامه. و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را هر ساعت می توانید از تلویزیون یک بیننده باشید. اما در مورد برنامه مجله صبح در همین دقیقه به پایان می رسد. فردا رأس ساعت 9 همین جا در همین استودیو، من محب یوسفی با یک موضوع جدید برمی گردم. خدا نگهدار. رفتیم تا دیدار بعد.